یورود رفقا خوش اومدید به چستراپیس توی ویدیو امروز قرار اولین بازی از مرحله نیمه نهایی جام جهانی شطرنج رو با هم ببینیم مگنس کارسن در مقابل نجات عباسوف این بازی بازی خیلی جذاب و خیلی عجیبی هم هست یه جاهاییش اصلا من خودم هم برام سخت بود تحلیل این بازی با اینکه حتی انجین هم جلوم باز بود اما اصلا خود انجین هم هنگ کرده بود یه جایی برتری رو داشت به سفید میداد اما حرکت درست رو پیدا نمی کرد. یه جایی به سیاه داشت برتری میداد اما خودش هم نمیدونست برای چی یعنی از انجین هم فراتر بود درکش اما بدون حرف اضافه بریم سراغ این بازی که نکات خیلی زیادی داره که میخوام باتون در میون بذارم مگنس کارسن با مهره سفید حرکت ای چهار رو انجام داده سی پنج دفاع سیسیلی از طرف عباسوف اسب اف سه اسب C6 و فیل به خونه B5 اومده که معروف به واریانت موه. این واریانت ها توضیح زیاد داره مخصوصا توی دفاع سیسیلی الان هم نمیخوام آموزش گشایش بدم اما مثلا حرکت فیل سی چهار اینجا به حمله بودلر معروفه حرکت سیس اینجا میتونه واریانت آلاپین رو شکل بده اینجا پرطرفدارترین حرکت حتی حرکت دی چهار توی بازی که وارد شاخه های سیسیلی باز میشیم و در واقع این حمله شباهت داره به روی لوپز اما توی روی لوپز به جای سی پنج ما حرکت ای پنج رو روی صفحه داریم توضیحات بیشتر نمیخوام بدم حتما چند تا ویدیو چند ساعت ما میتونیم راجع به دفاع سیسیلی صحبت کنیم که بعد از مسابقات جام جهانی ویدیوهای آموزشی ما تازه شروع میشه و بریم سراغ بازی ای شیش بازی شده و اینجا با فیل اسب رو زده با پیاده پس گرفته برتری دو فیلش رو مگنس کالسن فدا کرده یک ضعف پیاده ای توی ساختار سیاه به وجود آورده در ازاش و اینجا حرکات اصلی هر حرکت دیس و بیس هست توی بازی که از رونده شدن پیاده به خونه سی چهار جلو گیری میکنه مگنس کارسن 20 کرده توی بازی خونه بی 2 رو هم برای فیل داره خالی میکنه در اصل و دیشیش از این پیاده دفاع کرده و توی این لحظه حرکت ای 5 رو هم مگنس کارسن انجام داده داره پیاده رو قربانی میده توی بازی عباسوف پیاده رو زده و مگنس نرفته سراغ پیاده چون اینجا پیاده رو قربانی داده حرکت دی سه رو بازی کرده اینجا حرکت اسب به خونه سیسه هم حرکت خوبی بود که یک حرکت گسترشی بود هر دوی این حرکات یکی از اهدافشون اینه که از خونه ای چهار محافظت کنن تا پیاده نتونه جلو بیاد خب همین اول بازی دو تا ضعف بزرگ توی پوزیسیون سیاه به وجود اومده در ازاش مگنس کارسن یک پیاده کمتر داره و برتری دو فیل هم نداره بریم سراغ ادامه بازی حرکت F6 از طرف نجات عباسوف بازی شده از پیاده خودش دفاع کنه حالا ضعف توی پوزیسیونش به وجود اومده حداقل پیاده ای که به دست آورده رو حفظ کنه اینجا مگنس اسب رو گذاشته دی دو و اسب به خونه h اومده از این سمت گسترش پیدا کرده و رخ به خونه g1 اومده با حرکت رخ g1 مگنس کالسن داره میگه من قلع کوچیک نمیخوام برم توی بازی و میخوام فیل رو بذارم دو وزی رو بذارم دو قلع بزرگ برم توی بازی فیل به خونه آشیش اومده و حرکت g4 بازی شده مگنس میخواد توفان ای پیاده های جناه شاه رو انجام بده اسب به خونه F7 رفته و وزیر گسترش پیدا کرده فیل گسترش پیدا کرده این فیل هم به خونه B2 اومده آیا میخواد قله کوچیک بره؟ با هم میبینیم وزیر رو گذاشته A5 حرکت وزیر A5 حرکت خوبیه یکی از... کارایی که داره انجام میده اینه که اجازه قلب بزرگ رو نمیده چون این پیاده زیر ضربه دوم داره اسب رو آچمز میکنه به شاه و اینجا ماگنوس حرکت C4 رو انجام داده. کامپیوتر پیشنهاد میده حرکت A4 رو توی بازی انجام بده اما C4 بازی شده و حرکت G5 پیاده G4 رو بلاک کرده و H4 هم بازی شده. H6 حرکت خوب از پیاده دفاع کرده و رخ برگشته خونه h اینجا دیگه کاری نداشت دیگه از این پیادم نیاز نبود دفاع کنه و توی این لحظه نجات عباسوف توی بازی قلعه بزرگ رفته که شجاعت زیادی میخواد به خاطر اینکه که دو تا ستون نیمه باز داریم که هر لحظه امکان داره این ستون ها توی بازی بازشن و ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده این سمت هم میخواست قلعه بره ریسک زیادی داشت دیگه اینجا پیاده های سفید دارن میان و حمله رو شروع میکنن مگنس کالسن توی بازی قلعه بزرگ رفته توی این لحظه و این پیاده رو میبینید زیر ضربه یک پیاده دیگر رو هم آیا داره قربانی میده؟ سیاه دیگه نرفته سراغ این پیاده گفته آقا من دیگه قربانی تو قبول نمیکنم وزیر رو گذاشته سی هفت. اما این حرکت سی چهار هم حالا نقشهش رو میفهمیم دیگه یعنی هر حرکت با یه همراهه اگر اینجا بخواد پیاده رو بزنه چه اتفاقی میفته حالا دیگه سیاه دو تا پیاده توی بازی جلوه شاه رو میذاره سی دو. هدف معلومه دیگه رخ رو میخواد بذاره خونه ی آی آیک وزیر رو به دام بندازه وزیر به همین دلیل باید برگرده رخ آ یک حمله به وزیر وزیر میتونه خونه بیشیش بیاد و مهره های سفید رو ببینید چطور فعال میشن یه توی بازی فیل رو میذاره سیسه ترچی فیل رو بذاره آ 5 به سیخ بکشه رخ و وزیر رو توی بازی اینجا رخ میتونه بره خونه جی هش که توی این آچمزی گیر نکنه و اینجا ستون ها رو میخواد توی بازی باز کنه اما حرکت h 5 پیاده ها رو قفل میکنه توی جناه شاه و اینجا مثلا باید شاه رو بزار خونه دی 7 اسب به خونه ای 4 میار فعال میشه میخواد روخ ها رو توی ستون آ دوبل کنه فیل رو از این سمت فعال کنه و سفید موقعیت بهتری داره توی بازی اما برگردیم عقب به این دلیل نرفته سراغ پیاده وزیر رو گذاشته سی هفت و اسب به خونه ای چهار اومده پیاده رو زده با اسب پس گرفته و رخ رو گذاشته خونه جی به دو دلیل یکی فشار به این پیاده بیاره یکی دیگه هم اسب میخواست بیاد خونه جی 6 داره از خونه جی شیش هم حالا دفاع میکنه توی بازی مگنس کارسن اف 4 بازی کرده داره قربانی بعدی رو میده این دیگه قربانی نیست داره ستون ها رو باز میکنه قطر رو باز میکنه اینجا پیاده رو زده توی بازی اینجا اسب پیاده رو زده میبینید ستونه وزیر باز شده قطر فیل باز شده و مهره های مگنس الان به بهترین شکل ممکن با هم همکاری دارن فیل در اسب بازی شده اول وزیر پیاده رو زده به همراه کی شاه به خونه بیهش رفته و توی حرکت بعدی با وزیر فیل رو زده و مگنس کارسنی که پیاده عقب بود الان پیاده خودش رو هم پس میگیره و فقط اینجا رو یه لحظه شما ببینید جزیره های پیاده ای سیاه رو ببینید یک جزیره دو جزیره سه جزیره چهار جزیره همه پیاده های سیاه ناگهان توی بازی ضعیف شدن و سفید فقط دو جزیره داره یه دونه و دو تا و ما میدونیم هر چی چه تعداد جزیره ها کمتر باشه زنجیره پیاده ای تشکیل بدن قطعا پیاده ها توی بازی قوی تر میشن فیل رو ببینید چه قطری رو داره توی بازی همه اینا رو باید مواظب باشه سیاه و خب این پیاده زیر ضربه اما پیادهش رو به دست میاره اینجا فیل رو گذاشته سی هش فشار به پیاده توی بازی و توی این لحظه حرکت خیلی خوبه رخ یک بازی شده اگر بره سراغ پیاده چه اتفاقی میفته به نظرتون رخ میاد خونه ای هفت حمله به اسب حمله به وزیر وزیر اگر جا به جا بشه اسب از دست میره اما فرقی هم نمیکنه اگر براتون سواله که با رخ میتونه دفاع کنه نمیتونه به خاطر اینکه اسب رو میزنه اگر رخ رو بزنه اینو ببینید این رخ هم زیر ضربه و مهره عقب میفته کیشه فیل زیر ضربه فیل باید برگرده یا میتونه وزیر رو بذاره سیهش اینجوری از فیل هم دفاع میکنه توی بازی اما متریال عقب میفته سیاه برگردیم اینجا به همین دلیل نمیتونه بیاد سراغ پیاده فعلا رخ رو گذاشته دیشش دیش 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 حمله به وزیر وزیر پیاده رو زده وزیر سیاه داشت از پیاده دفاع میکرد اما الان قطرش بسته است و توی این لحظه سیاه هم پیاده رو زده حمله به وزیر وزیر برگشته مهره های سیاه هم فعال شدن رخ به خونه ایشیش اومده حمله به وزیر وزیر اومده دیشیش اینجا میتونستن مهره ها رو تعویز کنن دو بازی کن و برن به یک آخر بازی کاملا مساوی اما نجات عباسوف اسب رو گذاشته خونه ای پنج اجازه تعویز رو نداده توی بازی و مگنس کارسن شاه رو گذاشته سی دو داره از پیاده خودش هم دفاع میکنه اینجا اگر براتون سواله که تعویز هایی که انجام میشه در نهایت این پیاده از دست میره سخت در اشتباهید درسته سیاه پیاده های ضعیفی داره توی بازی اما یک پیاده رونده داره اینو هم باید در نظر داشته باشیم مثلا چی اینجا رخ در اسب اوکی مثلا پس میگیره فیل در رخ وزیر در فیل در نهایت پیاده زیر ضربه اما این اتفاق نمیفته اگر بره سراغ پیاده وزیر آیکیش رخ رو میبینید داره از دست میره شاه جا بشه رخ رفته و توی حرکت بعدی داره اسب هم میره حتی و اسب رو میتونه توی بازی نجات بده اما امین جوری متریال زیادی هم عقبه توی بازی بس به همین دلیل نمیتونه بره توی این شاخ مگنس شاه رو گذاشته C2 شاه بی هفت رخ به خونه ای سه اومده احتمالا میخواد ها رو توی ستون ای دوبر کنه اما قبلش باید اسب رو هم برداره دیگه وزیر به خونه ای هفت اومده فشار زیاد به این اسب توی بازی اسب به خونه ای اف پنج اومده حمله به وزیر حمله به پیاده و حرکت وزیر G5، از پیاده دفاع کرده از خودش هم داره دفاع میکنه در اصل و اینجا فیل اسب رو زده و اینجا رو ببینید تاکتیک ها رو ببینید دو بازیکن خیلی تکنیکی هست توی بازی رخ رو گذاشته جی 2 حمله به وزیر وزیر هم جلوه شاه اینجا رخ رو باید بذاره ای دو به نظر میاد متریال میتونه از دست بده سفید اما اینجا رخ در ای دو حرکتیه که عباسوف انجام داده، وزیر رخ رو زده و وزیر در از بازی شده و متریال مساویه. انگار توی حرکت بعدی داره فیل از دست میره توی بازی، اما اینطور نیست. حرکت رو ببینید. رخ h5. مگنس کارسن باید از مثلا 6-7 حرکت قبل میدیده این حرکت رخ h5 وجود داره که وارد این شاخه بشه که میتونه از فیل دفاع کنه توی بازی. وزیر به خونه F7 رفته وزیر H2 حرکت اشتباه از طرف مگنس کارسن این حرکت میتونست همینجا بازی رو تموم کنه اما نجات عباسوف باید 10-12 حرکت بعد رو میدید یک شاخه ای رو محاسبه میکرد که 10-12 حرکت بعد رو باید میدید توی این لحظه رخ رو گذاشته G6. که حرکت اشتباهی بوده و حرکت رو پیدا نکرده اما حرکت چی بوده؟ وزیر F1 حرکت یک هم سختی هم بوده هدف حرکت چیه؟ مثلا اینجا وزیر باید بیاد دی 2 توی حرکت بعدی رخ باید بیاد جی 6 وزیر رو میخواد به شاه آچمز کنه رخ اچ 2 باید وزیرش از این اتفاق جلوگیری کنه اما رخ جی 1 هر دو مهره يه. قدرتمند سیاه توی ارز آخرن تهدید مات در یک حرکت تو خونه بی 1 وجود داره باید از تهدید جلوگیری کنه مثلا شاه رو باید بذاره سیسه که مات نشه وزیر آی کیش و اینجا باید وزیر بی 2 بازی کنه اگر شاه جا, به جا بشه فیل توی بازی از دست میره برای همین وزیر رو باید بذاره بی 2 اینجا چه اتفاقی میفته حالا وزیر ای یک کیش حالا باید شاه رو بذاره C2 تا وزیر از فیل توی بازی محافظت کنه دیگه اما اینجا جایی که فیل هم وارد بازی میشه فیل G4 میخواد فیل رو بذاره D1 یعنی فوق‌الاده حرکت قوی فیل D1 اینجا باید فیل رو بذاره F4 حالا بهتون میگم چرا تا از خونه C1 محافظت کنه فیل D1 کیش شاه باید بیاد بیدو و فیل ایدو به همراه کیش با وزیر میتونه دفاع کنه اما حرکت رو ببینید وزیر سیسه وزیر سفید که نمیتونه این وزیر رو بزنه چون آچمزش شاه اگر سراغ رخ هم بخواد بره این فیل رو ببینید چه کیش قدرتمندی داره توی خونه دیسه و باعث مات سفید میشه اینجا باید حرکت رخ در ای دو حتما توی بازی انجام بشه فیل رو از بازی حذف کنه اوکی اینجا وزیر دیسه وزیر در پیاده به همراه کیشه حمله به رخ رخ باید بیاد خونه سی دو از کیش جلوگیری کنه اما اینجا رو ببینید رخ در وزیر وزیر از دست میره توی بازی توی حرکت بعدی وزیر اف کیش حمله به شاه شاه جا به جا بشه فیل از دست میره توی بازی و این آخر بازی کاملا برنده برای سیاهه اما باید همه اینا رو میدیده عباسوف که یک مقدار هم سخت بوده واقعا و یه کاری نداره دیگه اینجا فقط وزیر رو باید مدافع پیاده نگه داره پیاده رو ببره وزیر کنه این کار رو هم نخواد بکنه میتونه وزیر رو در ازای رخ قربانی کنه یه پیاده اینجا داره این شاه باید بدوه بیاد سراغ این پیاده شاه, سفید شاه سیاه هم راحت میاد سراغ پیاده های سفید همه رو از بین میبره و هزار تا روش دیگه وجود داره اینجا ریتینگ 800 هم باشید میتونید این آخر بازی رو واقعا ببرید اما این اتفاق توی بازی نیفتاده و مگنس کارلسن بازی رو نباخته رخ رو گذاشته جی حرکت رو ندیده حالا حرکت فیل F1 بازی شده دیگه اجازه نمیده که وزیر بیاد به خونه F1 رخ F6 اما دیگه دیره فیل e اجازه نمیده رخ به خونه F2 بیاد و فیل F5 بازی شده فیل در پیاده یه پیاده توی بازی جلو افتاده مگنس و وزیر رو گذاشته G6 که حرکت خوبی نبوده اینجا رخ رو باید میذاشته ایشش وزیر رو گذاشته جیشیش که پیاده رو بزنه دیگه اما مشکلش میدونید کجاست اینجا مگنس شاه رو گذاشته سیسه و حالا میبینیم چرا نمیتونه بیاد سراغ پیاده رخ ایشیش حالا بازی شده رخ رو گذاشته اچ شهار مگنس اینجا به جای رخ ایشیش رخ ایشیش هم خوبه اما وزیر ای هشت هم حرکتی بوده که وجود داشته اوکی اینجا یه پیاده از دست میده اما میخواد تو خونه ای یک حالا وزیر کیش بده شاه مثلا باید بیاد بی دو میتونه اینجا رخ رو از بازی حذف کنه وزیر در رخ و وزیر ای دو به همراه کی شاه باید بره خونه ی آسه وزیر در پیاده و به یک همچین آخر بازی میریم که هر دو بازی کن دو فیل دارن فیل های ناهم رنگ. یه طرف سه پیاده داره یه طرف دو پیاده که این آخر بازی برای سفید برنده است اما به همین آسونی هم نیست خیلی سخته این آخر بازی رو بردن اما میتونه سفید این آخر بازی رو ببره مثلا وزیر رو باید بذاره F8 اینجا فیل باید بیاد D7 از شاه دفاع کنه وزیر میتونه بیاد E7 حمله به فیل توی بازی وزیر میتونه بیاد d دو و هدف پشتشه چون اینجا توی حرکت بعد سفید میخواست فیل دیشیش بازی کنه دیگه و بره سراغ فیل توی بازی اما الان نمیتونه اگر بره این حرکت رو انجام بده کیش دائم وجود داره و هیچ جوره از این کیش ها در امان نیست سفید این کیش دائمه هر جا بره کیش میخوره دیگه پس نمیتونه این کار رو انجام بده اما میتونه فیل رو بذاره ایسه حمله به وزیر اگر بخواد کیش بده اوکی دیگه کیش برگشت رو نداره توی بازی و مثلا باید شاه رو بذاره سیش به این شکل بازی ادامه پیدا کنه اما بریم سراغ بازی رخ رو گذاشته ایشیش رخ به خونه اچ چهار اومده اگر بره سراغ پیاده چه اتفاقی میفته پیاده رو میتونه بزنه اما حرکت رخ دی چهار حرکت خیلی قویه توی بازی و بعد از خیر فیل دیگه بگذره سیاه اینجا و باید وزیر رو بذاره اف هف که کیش نخوره مثلا اگر بخواد فیل رو نجات بده چه اتفاقی میفته کیش شاه کجا میخواد بره اینجا بیاد که با وزیر مات میشه اینجا بره که با رخ مات میشه این خونه توسط وزیر به خوبی داره کنترل میشه بالا بخواد بیاد همچنین مات میشه پس باید اینجا دیگه از خیر فیل بگذره وضعی رو بذاره اف که کیش نخوره و یک مهره کامل توی بازی عقب میفته که کاملا برنده بنفع برای سفید وضعیت به همین دلیل فیل رو گذاشته G4 قطر رخ رو توی بازی بسته و حرکت رو ببینید با فیل زده توی پیاده و اینجا دیگه اون لحظه ایه که گفتم واقعا درکش برای منم خیلی سخته اگر اینجا با شاه فیل رو بزنه چه اتفاقی میفته وزیر جی کیش داره شاه باید مثلا جا به جا بشه به خونه آشیش میتونه بره توی حرکت بعدی این رو از دست میده و دو پیاده در ازای چهار پیاده است دیگه این آخر بازی اگر مهره های سنگین توی بازی تعویز بشن این آخر بازی رو میتونه ببره اما نیازی هم نیست تعویز بشن این آخر بازی برنده برای سفیده اما توی این لحظه نباید بره سراغ فیلد، توی همین لحظه. به نظرتون سیاه چیکار کرده؟ وزیر رو گذاشته F6 کیش داده که حرکت اشتباه بازی بوده. حالا حرکت درست چی بوده؟ اگر بخوام بهتون نشون بدم، حرکت درست حرکت وزیر جی 7 کیش بوده. یعنی خود کامپیوتر اینجا یک ساعت، درگیر بود بفهمه که چرا وزیر G7 کیش خوبه وزیر F6 کیش بده همش هم به خاطر اینه که وزیر سفید تو خونه C7 میتونه کیش بده اگر فیل رو توی بازی بزنه اما این آخر بازی مساویه چون فیل میتونه اینجا برگرده وزیر میتونه به خونه جی 5 بیاد که حرکت خیلی قویه میخواد اینجا کیش بده توی بازی و مهرهای سیاه هم به خوبی فعالا رخ میخواد خونه ای دو بیاد به وزیر حمله کنه و مثلا اینجا اگر شاه بخواد سی 2 بیاد اجازه نده اینجا وزیر از دست میره به همین دلیل مثلا توی این لحظه باید رخ رو توی بازی فدا کنه بذارید ببینید مثلا یه حرکت رندوم اگر انجام بده چه اتفاقی میفته رخ میاد ایدو به وزیر حمله میکنه وزیر اینجا باید تسلیم کنه خودش رو در ازای رخ اگر نخواد این کار رو انجام بده چه اتفاقی میفته مات در یک حرکت میبینید شاه سفید خونه برای رفتن نداره توی بازی و بهترین اتفاق برای سفید توی این لحظه چیه اینه که اینجا اینجا باید رخ رو در ازای فیل تسلیم کنه اوکی آخر بازی رخ در مقابل فیل رو داریم اما سفید چار پیاده داره و سیاه دو پیاده و همین باعث میشه که وضعیت مساوی باشه بتونن به مساوی رضایت بدن دو بازی کن با این شاخه دوباره کار داریم اما بذارید برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده اینجا وزیر F6 بازی شده چرا حالا این وزیر F6 بد بوده؟ به خاطر اینکه شاه رو گذاشته B4 حالا میخوام بعدا بررسی کنیم شاه B4 توی اون شاخه قبلی چرا کار نمیکنه؟ یه چیزی هم اینجا بگم کسایی که میگن بازی پنج دقیقه و چرا سی دقیقه طول میدی الان من دارم تفسیر انجام میدم یعنی اگر نخوام این کار رو انجام بدم شما مثلا نمیفهمید که مثلا فلان حرکت چرا این بازیکن انجام داده یا چی توی ذهنش میگذشته چرا این حرکت درست بوده اگر اینا رو نخوایم بررسی کنیم پس از چی میخواین لذت ببریم فقط حرکات خب اونو میتونید برید توی chess.com قسمت ایونت خودتون در زیر یک دقیقه تمامی حرکات رو دونه دونه بزنید جلو بازی رو ببینید و به اتمام برسه چون من دیدم بعضی ها که چرا ویدیو رو علکی طولانی میکنی به خدا علکی نیست یعنی ما الان داریم ذهن پلیر رو با هم میبینیم دیگه اینجا حرکت شاه بی چهار بازی شده که حرکت برنده بازی بوده اگر فیل رو میخواست برگردونه دوباره فرق نمیکرد مساوی میشد بازی به خاطر همون حرکت وزیر G5 میخواد بیاد کیش بده رخ توی بازی فعاله پس اینجا مگنس فیل رو گذاشته آه اصلا نمیخواد برش گردونه این کیش رو هم داره این کیش رو هم داره توی بازی شاه اومده خونه بی چهار حرکت خوب از طرف مگنس کارسن حالا اینجا اگر شاه بخواد بزنه چه اتفاقی میفته دیگه اینجا کیش نمیده دیگه میره خونه سی هفت وزیر کیش میده و اینجا مشکلاتیه که سیاه داره توی بازی حالا میفهمیم که چرا باید توی خونه جی 7 این وزیر کیش میداده تا این وزیر نیاد و فعال شه توی بازی شاه کجا میخواد بره مثلا شاه بیاد خونه آشیش اتفاقی میفته اینجا فیل رخ فیل رو میزنه توی بازی مهره خودش رو پس میگیره و مثلا وزیر باید بیاد خونه ای 5 این کیش ها رو توی بازی داره همچنین پیشنهاد تعویز وزیر هست اما وزیر سی هش کیش شاه مثلا باید بیاد خونه A7 وزیر D7 کیش شاه باید برگرده A6 و حرکت C5 حرکت قوی شاه رو توی بازی محدودتر میکنه و اینجا نوبت سیاهه که وارد عمل بشه وزیر E1 میتونه کیش بده و اینجا باید سفید مراقب باشه باید شاه رو بذاره آسه تنها حرکت برنده است چرا؟ مثلا اگر این سمت بخواد بیاد کیش دائم توی بازی هر جا میخواد شاه بره میبینید کیش دائمه و بعد شاه رو بذاره آسه اوکی یک کیش دیگه داره اما بعد از شاه آ چهار کیش دیگه ای نداره توی بازی و در نهایت مثلا یه پیاده فقط نصیب این وزیر میشه که بهترین حرکت برای سیاه مثلا اگر بخواد از رخ خودش توی بازی دفاع کنه چه وزیر ای یک هم از رخ دفاع کنه هم تهدید مات در یک حرکت رو اینجا ایجاد کنه وقتش رو دیگه سیاه نداره حالا چرا؟ چون وزیر رو آروم میذاره سی هفت و دیگه اول این مات رو توی بازی نداره شاه هم هیچ جا نمیتونه بره یکی یکی مهره ها رو باید تسلیم کنه توی بازی اینجا رخ رو باید تسلیم کنه کیش بده که پیاده میتونه بزنه وزیر اینجا میگه وزیر رو بذاره آ 5 مثلا اینجا وزیر رو بذاره اینو هم تسلیم کنه هیچ جوره از این مات توی بازی نمیتونه فرار کنه توی حرکت بعد داره مات میشه و سیاه میتونه هم اینجا تسلیم شه اما بذارید برگردیم اینجا همه اینا رو ما بررسی کردیم آه. که به چی برسیم اینجا حرکت شاه بی چهار بازی شده رخ رو گذاشته خونه ای 5 حتی سراغ فیل هم نرفته بهتون نشون دادم قطر وزیر رو داره توی بازی میبنده اما دی چهار بازی شده حالا رخ زیر ضربه فیل زیر ضربه تهدیدهای ماتی وجود داره اینجا شاه رو تونست بذاره بی چهار اما توی اون شاخهی که بهتون گفتم شاه رو نمیتونست بذاره بی چهار کجا؟ اینجا اگر وزیر جی هفت کیش میداد دیگه این حرکت شاه بی چهار هم توی بازی وجود نداشت این وضعیت مساوی میشد چرا؟ چون اینجا دیگه فیل رو میتونست بزنه کیشی هم توی بازی وجود نداره مثلا اینجا دیگه وزیر رو باید میذاش جیه کیش میداد اوکی شاه میرفت بی هفت رخ در فیل بازی میشد اما این حرکت رو ببینید سی پنج کیش و تو این لحظه باید حتما پیاده رو هم توی بازی بزنه اگر نخواد بزنه برکه نمیتونه نمیتونه برگرده به این سمت که نمیتونه برگرده چون وزیر داره محافظت میکنه اگر این سمت هم بخواد برگرده مات در یک هرکت پس اینجا باید پیاده رو بزنه اگر پیاده رو هم بزنه وزیر میاد خونه ای5 کیش میده شاه باید برگرده بی4 اینجا رخ میاد کیش میده همچنان نمیتونه به این سمت بیاد و همچنان نمیتونه پایین هم بره به خونه آسه توی بازی باید چیکار کنه اینجا باید سفید وزیر خودش رو توی بازی تسلیم کنه در ازای اینجا یکیشه دیگه هم میده مهم نیست شاه کجا میره در ازای چی یک رخ و چهار پیاده در ازای وزیر و این آخر بازی رو هم میتونه سفید مساوی بگیره چون چهار تا پیادش هم متصل به همه اما خیلی سخت و دشواره و خیلی پیچیده است واقعا این آخر بازی برگردیم وزیر F6 بازی شده همه اینا رو بهتون نشون دادم حرکت دی 4 حمله به روخ اینجا وزیر ای هفت کیش داده و بعد از اینکه با حرکت سی پنج کیش رو توی بازی بلاک کرده نجات عباسوف از بازی انصراف داره داده چون مشکلات خیلی زیادی داره توی بازی دیگه همینجوری دو تا پیاده توی بازی کمتر داره بهترین اتفاق اینه بره سراغ فیل براش اما اینجا دیگه این رخ توی بازی از دست میره فیل زیر ضربه مثلا بعد اچ 5 بازیش از فیل دفاع کنه اما متریال زیادی دیگه جلوه اینجا سفید به همین دلیل توی حرکت 43 سوم بازی از بازی انصراف داده امیدوارم که از روایت من لذت برده باشید تفسیر این بازی یه مقدار سخت بود و یعنی یکم شاخه هاش پیچیده میشد و شاید برای بعضی ها سنگین باشه اما امیدوارم برای اونایی که واقعا به این سبک, سبک از تفسیر علاقه دارن جایی رو جان انداخته باشم همه رو توضیح کامل داده باشم و در واقع از این ویدیو تونسته باشید چیزهایی یاد گرفته باشید ممنونم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید مگنس کارسن بازی اول رو میبره توی بازی بعدی با یک مساوی هم به مرحله بعد صعود میکنه اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید اگر به شطرنج علاقه مندید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید تا جامعه من گسترده تر شه من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون